دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدید همچنان داریم مبحث تعیین علامت رو با هم دیگه دنبال میکنیم اگه یادتون باشه آخرین مثالی که توی جلسه قبل حل کردیم یا آخرین نبود یکی از مثالایی که توی جلسه قبل حل کردیم این مثال بود که ایگره برابر بود با حاصل ضرب دو تا عبارت یکی عبارت دو ایکس به اضافه یک و عبارت ایکس منهای دو و ما از طریق تعیین علامت تک تک این عبارات که جدول تعیین علامتش هم شما اینجا میبینی تع... علامت کلی ایگرگ رو به ازای ایکس های مختلف دست آوردیم که اونم با این جدول تعیین علامت میبینیم دیدیم که ایگرگ به ازای ایکس های منفی یک دوم و دو که این دوتا ریشه های ایگرگ هستن و به ازای اونا ایگرگ برابر سفره به ازای ایکس های بین این دو مقدار ایگرگ علامتش منفیه و در غیر این حالت یعنی به ازای ایکس های کوچکتر از منفی یک دوم و بزرگتر از دو علامت ایگرگ مثبت بوده باز توی جلسه قبل یه کاری کردیم و اومدیم ایگرگ رو باز کردیم یعنی چی؟ یعنی اومدیم این دوتا عبارات داخل این پرانتز ها رو در همدیگه ضرب کردیم که به این صورت شد شد دو x دو منهای چهار x به اضافه x منهای دو که اگه من این رو ساده تر بخوام بنویسم میشه دو x دو منهای سه x منهای دو بچه من انقدر استرس داشتم که این ضربا رو اشتباه بکنم یه عدد غلطی برای شما بنویسم ولی درسته اینجا درست نمیشتم خب حالا اگه, اگه در نظر بگیریم که حالت کلیه یه چند جمله جمعی... با... یه چند درجه دو برابر بر بر با AX2 به اضافه یه. به X به اضافه سه برای y که ما اینجا داریم y آ چیه بچه ها؟ درسته آ عدد دوه خب این عدد دو یه مقدار مثبته. حالا نگاه بکنیم y هم به ازای ایکس های خارج از دوری شش مثبته. یعنی علامتش موافق علامته ضریب x و به ازای x های بین ریش ها علامتش مخالف ضریب x دو این هم قاعده کلیه که برای این چند جمله درجه دو با دو ریشه وجود داره که همون جور که گفت توی اگه یادتون باشه برای چند جمله های درجه اول ما بر اساس ریشه و علامت A یه قاعده کلی به دست آوردیم اینجا هم بر اساس ریشه ها و علامت A یه قاعده کلی به دست میاریم و اینجا می نویسیم میگیم به ازای ایکس های خارج از ریشه ها که اینجا ایکس های کوچکتر از منفی یک دوم و ایکس های بزرگتر از دو علامت y موافق علامت ضریب x دو اینجا هم همینطور بچه ها من می نویسم ضریب x دو نگفتم A که دوباره بین A و A نمونم کدومو بگم و به ازای X های بین دوریشه، علامت ایگرگ علامت دو علامت Y مخالف علامت ضریب X خب بچه ها من شکل این نمودار شکل این چند جمله ای رم دوست دارم با همدیگه بکشیم تا ببینیم اصلا چه شکلی میشه این تعیین علامت خودش رو چجوری روی نمودار نشون میده من اگه بخوام شکل این چند جمله ای رو بکشم این محور مختصاتم بچه ها خب میدونم ریشه های چند جمله دو و منفی یک دو من. اینو من اگه دو در نظر بگیرم اینم میشه منفی یک دو خب بچه ها. حالا یه سوال دیگه دارم اگر x و من صفر بدم مقدار y اگر من x و صفر بدم این پرانتز اول مقدارش میشه یک و پرانتز دوم مقدارش میشه منفی دو یک زب در منفی دو هم مقدارش برابر با منفی دو هم. پس این هم یه نقطه دیگه هستم. خب من اگه شکل کلی نمودار سهمی اون رو بخوام بکشم به این صورته گفتم سهمی چون ما به این اشکال میگیم سهمی اگه یادتون باشه قبلا اینو تو ریاضیات یاد گرفتیم توی ویدیوهای دیگه هم باش بیشتر آشنا بشید خب شکل این سهمی اینطوری شد که محور x ها رو در دو نقطه منفی یک دوم و دو قطع کرده و مقدارش در صفر منفی دو اتفاقی که افتاده از منفی یک دوم تا دو مقدار ایگرگ های این سهمی کوچکتر از صفر و به ازای ایکس های بزرگتر از دو و ایکس های کوچکتر از منفی یک دوم مقدار ایگرگ ها بچه بزرگتر از صفر دقیقا این همون چیزیه که ما توی جدول هم به بهش رسیدیم که بین منفی یک دوم و دو یعنی این باز y منفیه و خارج از اون باز y مثبت حالا بچه شما یه سوال میتونید از خودتون بپرسید و از من بپرسید که کاملا هم سوال به جایه. آیا همیشه یک چند جمله درجه دو در دو نقطه محور x ها رو قطع میکنه؟ آیا همیشه دو تا ریشه داره؟ یا نه ممکنه اصلا قطع نکنه ممکنه در بیشتر یا کمتر از دو تا نقطه قطع بکنه سوال شما کاملا سوال به جایه. و برای جواب دادن به این سال لازم ما یک نگاهی به عقب داشته باشیم در مورد حل معادلات درجه دو توی جلسه بعد با من باشید تا حل معادلات درجه دو رو با همدیگه مرور کنیم و ببینیم آیا همیشه نمودار یک چند جملهی درجه دو به این صورت هست یا تفاوتهایی داره در بعضی از حالتها مرسی که توی این جلسه با من بودید فعلا خدافز